تو این قسمت میخواییم در رابطه با حل معادلات لوگاریتمی با هم صحبت بکنیم. اول شکل معادلات لوگاریتم رو بشناسیم، از تمام خواص و ویژگی هایی که تو قسمت‌های قبلی یاد گرفتیم در رابطه با لوگاریتم استفاده میکنیم و معادلات لوگاریتمی رو حل میکنیم. اسلاید رو نگاه بکنیم، تعریف معادله لوگاریتمی رو برات آوردم. معادلات لوگاریتمی معادلاتی هستند که در آنها حداقل یک لوگ وجود داشته باشد. هدف از حل معادلات لوگاریتمی به دست آوردن ایکسی است که تساوی به ازای آن برقرار باشد. بچه خوب به من دقت بکنید، ما معادلات لوگاریتمی معادلاتی هستند که این طرف یا اون طرف تساوی یا هر دو طرف تساوی حداقل یه لوگاریتم وجود داشته باشه. اگه معادله بهش برخورد کردیم که یه لوگاریتم داخلش بود میگیم معادلات لوگاریتمی، که به صورتهایی که بعدا توضیح میدم حلش خواهیم کرد. فقط یک چیزی رو یادآوری بکنم بچه ها، عبارت جلوی لوگاریتم منفی نمیشد، مبنا منفی نمیشد و عدد یک هم نمیشد. بریم حالا روال حل معادلات لوگاریتمی و زدن تست های کنکور تو این قسمت رو هم کار بکنیم. برای حل معادلات لوگاریتمی باید دو طرف یک لوگاریتم هم مبنا ایجاد کنیم، سپس آنتی لوگاریتم بزنیم. خوب به من دقت بکنید بچه، اومدیم تعریف معادله لوگاریتمی رو بهت گفتیم. برای اینکه معادله لوگاریتمی حل بکنی باید با توجه به همه و خاصیت ها و نکاتی که تو قسمت لوگاریتم یاد گرفتی دو طرف لوگاریتم هم مبنا ایجاد کنی، یعنی این ور تساوی و این ور تساوی دو تا لوگ هم مبنا ایجاد کنی. بعد از اینکه دو تا لوگ هم مبنا ایجاد کردی باید آنتی لوگاریتم بزنی. نگاه بکن آنتی لوگاریتمو، آنتی لوگاریتم یعنی لوگاریتم های هم مبنا از طرفین حذف می شوند. لوگ آ در مبنای سی مساوی با لوگ ب در مبنای سی، لوگ سی با لوگ سی هم مبناست حذف میشه، پس میشه آ مساوی با ب. این تا اینجا موضوع بحث رو جمع‌بندی بکنم. معادلات لوگاریتمی معادلاتی بودند که دو طرف یا یک طرف یا هر دو طرف یه لوگاریتم وجود داشته باشه، ممکنه سه تا یا چهار تا لوگاریتم باشه. برای حل معادلات لوگاریتمی با توجه به خواص دو طرف یه لوگ هم مبنا ایجاد میکنیم، سپس آنتی لوگاریتم میزنیم و معادله رو حل میکنیم. حالا ممکنه چند تا جواب به دست بیارم. جواب ها به شرطی قابل قبولند که در دامنه باشند. یعنی چی؟ یعنی این جواب هایی که به دست آوردی باید چک بکنی که جلوی لوگاریتم رو منفی نکنند، مبنا رو منفی نکنند. بریم سراغ چند تا مثال و تمرین آسون به سخت و بعد هم چند تا تست کنکور فوق العاده واسه آوردم که با هم کار میکنیم. سوال اول رو نگاه بکن. معادله لوگاریتمیه لوگ x در مبنای 3 مساوی با 2 را حل کنید. خب من میخوام اینو حل کنم بچه‌ها. تو قسمت قبل، تو قسمت‌های قبل هم با همینو کار کرده بودیم. برای اینکه اینو حل بکنم میومدیم چرخش می‌زدیم، یعنی تبدیل می‌کردیم به عدد تواندار. برای تبدیل لوگاریتم به تواندار چرخش در خلاف عقربه‌های ساعت می‌شد 3 به توان 2 مساوی با x. فقط من جاشون هم عوض کردم، پس x مساوی 3 به توان 2، پس x مساوی با 9. فقط اینجا رو دقت بکن جاش عوض شده، یعنی 3 به توان 2 مساوی x جای این دوتا رو عوض کردن، تفاوت خاصی نمیکنه. x مساوی با 9. 9 رو چک میکنم، هیچ عبارت جلوی لوگاریتم رو منفی نمیکنه. تمرین بعدی معادله لوگاریتمیه لوگ 27 مساوی با 3 لوگ x را حل کنید. خب بچه خوب به من دقت بکنید، من تو صورت سوال و صورت تمرین یه نظاره بکنیم. لوگ 27 یه عامل مزاحم دارم تحت عنوان 3. بچه ما گفتیم آقا توان رو میتونی ببری پشت به عنوان ضریب، حالا برعکسش هم قابل قبوله، یعنی ضریب هم میتونی بیاری توی توان. هر چیزی که توی لوگاریتم میگم برعکسش هم قابل قبوله، توان رو میبرم ضریب، ضریب رو میبرم توان. پس این 3 رو ضریب رو میبرم بالای x به عنوان توان، میشه لوگ 27 مساوی با لوگ x به توان 3. مبنای این ور 10، مبنای این ور هم 10، هم مبنا هستن، آنتی لوگاریتم. پس 27 مساوی با x به توان 3. بچا یه عدد به من بگین که اگر به جای x قرار بدم حاصل به توان 3 بشه 27. x مساوی با 3، 3 به توان 3 میشه 27. بریم سراغ تمرین بعدی. قبل از اینکه بریم سراغ تمرین بعدی بچه ها اینم چک بکنیم،
عدد 3 جلوی هیچ لوگاریتمی رو منفی نمی‌کنه، پس میشه قابل قبول. من دیدم تو این چند سال اخیر روی یکی دو تا تست تو کنکور سرسره کار کرده بودن، جوابی که به دست می آوردی قابل قبول نبود و جلوی لوگاریتم رو منفی می‌کرد. اینم حتما حواست باش. تمرین بعدی رو نگاه کنیم. معادله لوگاریتمی لوگ x در مبنای 5 به علاوه لوگ 3 در مبنای 5 مساوی با لوگ 12 در مبنای 5 را حل کن. خب بچه ها نگاه بکنید، حالا یه مقدار باز گامو فراتر میذاریم. ما اومدیم گفتیم برای حل معادلات لوگاریتمی باید دو طرف تساوی، این طرف یه لوگاریتم، این طرف یه لوگاریتم و هم مبنا باشن. الان ما سمت چپ تساوی دو تا لوگاریتم دارم. این دو تا لوگاریتم رو طبق خاصیت هایی که بهت گفتم باید تبدیل کنیم به یه لوگاریتم که با این بر هم مبنا باشه. دو تا لوگاریتم هم مبنا بینشون جمع تبدیل میشد به ضرب. پس این دو تا رو به ضرب تبدیل میکنم. نگاه بکن، لوگ x در مبنای 5 لوگ 3 در مبنای 5 میشه تبدیل جمع به ضرب، میشه لوگ 3x در مبنای 5 مساوی با لوگ 12 در مبنای 5. دو طرف لوگاریتم هم مبنا ایجاد شد، آنتی لوگاریتم میزنم. 3x مساوی با 12 و x مساوی با 4. 4 هم هیچ کدوم از این قسمت ها رو، عبارت های جلوی لوگاریتم رو منفی نمی کنه، پس قابل قبول هستش. معادله لوگاریتمی 2 لوگ x به علاوه لوگ 3 مساوی لوگ 27 رو حل کنید. خب بچه خوب به من دقت بکنید، همه مبناها 10 هستش. این طرف تساوی، سمت راست تساوی، دو تا لوگاریتمه که باید تبدیل بشه به ضرب و یک عامل مزاحم دارم تحت عنوان 2 که ضریبه میره توی توان. حلش بکنیم. صورت مثال رو نوشتم اینجا، میگم 2 میره توی توان میشه لوگ x به توان 2 به علاوه لوگ 3 مساوی لوگ 27. دو تا لوگاریتم دارم تبدیل میکنم به یه لوگاریتم حاصل ضرب، پس میشه لوگ x2 ضرب در 3 6x2 در مبنای 10 6x2 در مبنای 10 مساوی با طرف دوم که نوشتم لوگ 27. مبنا 10 مبنا 10 با هم آنتی لوگاریتم میخوره و میشه 6x مساوی با 27. طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول، x مساوی با 27 تقسیم بر 3 که میشه x2 مساوی با 9. هر موقع می‌خواستی جذر بگیری مثبت و منفی ایجاد می‌شد، x مساوی با مثبت و منفی 3. حالا باید اون نکته‌ای که بهت گفتم رو لحاظ بکنیم بچه‌ها، باید چک بکنیم ببینیم مثبت 3 قابل قبوله یا منفی 3 قابل قبوله. دو تا جواب مثبت 3 و منفی 3 به دست آوردم، به شرطی جواب‌ها قابل قبول بودند که جلوی لوگاریتم‌ها رو منفی نکنن. اگه من 3 بذارم جلوی هیچ لوگاریتم منفی نمیشه و اوکی قابل قبول، ولی اگه منفی 3 بذارم اینجا نگاه بکن، به جای x ها منفی 3 قرار بدم جلوی لوگ میشه لوگ منفی 3 و این میشه غیر قابل قبول. پس این معادله فقط یک جواب x مساوی با 3 داشتش. بریم سراغ تمرین بعدی. معادله لوگاریتمیه لوگ x به علاوه 3 در مبنای 4 به علاوه لوگ x در مبنای 4 مساوی با 1 را حل کنید. خب بچه خوب به من دقت بکنید، من میخوام یک معادله لوگاریتمی حل بکنم. بیایم اول آنالیز بکنیم معادله لوگاریتمی که من داده. اولا این سمت تساوی دو تا لوگاریتم هم مبنا دارم، پس تبدیل میکنم به ضرب، بینشونم جمع. این بر عدد یک، دو تا روش داره، یا تو میتونی چرخش بزنی عین مثال های اولی که با هم کار کردی و چرخش استفاده بکنی، یا اینکه میای به جای عدد یک مینویسی لوگ 4 در مبنای 4. چرا عدد 4 رو انتخاب کردم؟ چون این ور مبنام 4 و آنتی لوگاریتم بتونم بزنم. این ور 7 بود، تو هم به جای یک مینویسی لوگ 7 در مبنای 7. نگاه بکنیم حلشو. این صورت مثال و صورت تمرین هستش. آقا من اومدم این دو تا رو تبدیل کردم به حاصل ضرب، پس لوگ 4 رو نوشتم x به علاوه 3 در x ضرب کردم، x به علاوه 3 ضرب در x. به جای عدد 1 هم نوشتم لوگ 4 در مبنای 4. چرا؟ چون لوگ 4 4 میشه 1. حالا میتونم آنتی لوگاریتم بزنم، یعنی لوگ 4 از طرفین حذف میشه، x به علاوه 3 ضرب در x مساوی با 4. عدد x هم تو این ضرب بکن تو پرانتز میشه چی؟ x2 به علاوه 3 x مساوی با 4. حالا این معادله درجه 2 و باید حلش بکنیم. معادله درجه 2 که بهش رسید در تسای کنکور، اول از جمله مشترک برو، یعنی ببین جمع و ضرب دو تا عدد اوکیه، بعد اگه نشد از روش کلی یا دلتا استفاده بکن. عدد 4 رو ببر سمت چپ تساوی میشه منفی 4 مساوی با 0. حالا دو تا عدد به من بگو ضربش بشه منفی 4 میشه 4 و 1.
جمعش بشه مثبت 3، پس میشه مثبت 4 منفی 1. این میشه جمله مشترکش. x به علاوه 4 در x منهای 1 مساویه با 0. دو تا پرانتز برابر با 0 شده، پس تک تک این پرانتزها برابر 0ن. x به علاوه 4 مساویه با 0 بشه x مساویه با منفی 4، x منهای 1 مساویه با 0 بشه x مساویه با 1. حالا نوبت این رسته که بچه ها بیاییم جواب ها رو تست بکنیم. میام اول منفی 4، یعنی اگه به جای x ها منفی 4 قرار بدی عبارت جلوی لگاریتم منفی نباید بشه. اگه منفی 4 رو بذارم اینجا میشه منفی 4 به علاوه 1 میشه منفی 1، تمام، و این شد غیر قابل قبول. عدد 1 رو تست بکن، اینجا بذارم میشه 4، اینجا بذارم میشه 1، پس مثبته، هیچ مشکل خاصی هم وجود نداره. معادله لگاریتم داره 1 جوابه، x مساویه با 1 بود.